سلام دوستان وقتتون به خیر باشه چند روز تا یکی از پرشورترین با شکوهترین و سانسور شده ترین مراسم های محور مقاومت مراسم های چند ملیتی که ایرانی ها تا خیلی های دیگر برگزار میکنن مانده مراسم که در ایران هم برگزار نمیشه در جایی به نام کربلا برگزار میشه در عراق و همه سعی میکنن از هر کجا که هست هر، به هر شکلی که میتوانن خودشان را به این مراسم برسانن یک محرمی برگزار شد ده روز مراسم در ایران و نقاط دیگر اونی که تو اروپا بود باعث شد وطن فروشه شیون بکنن یادتون هست؟ توییت هایی که زده شد و حرف که زدن و فریاد هایی که کشیدن و آقا کجا نشسته این و چه نشسته این که اینها اروپا رو فت کردن و حرف از این دست هنوز هیچی نشده اینا ازا گرفتن برای چیزی به نام عربعی به چه دلیل به خاطر اینکه یه سال میتونی سانسورش بکنی دو سال میتونی سانسورش بکنی تو ده سال میتونی سانسورش بکنی بالاخره در رسانه های مجبوری در حرف بزنی و آنجاست که این شکوه و این همدلی و این اتفاق عجیب و غریب خیلی ها را به جایی به نام محور مقاومت خیره خواهد کرد میخوایم بریم بخشی از یک اثر از رو از سعودی اینترنشنال در همه خصوص ببینیم فقط من لازم هست یه چیز رو یادآوری بکنم دوستان یه جایی هست یه رسانه میاد به یک مراسمی فهاشی میکنه این خیلی عجیب نیست ادهی نشستن حرفی میزنن معدبانه غیر معدبانه یه جایی هست رسانه ای به بهانه یک مراسم حرف میزنه که اون موازه یه جای خاصه مثال دارم میگم آقا طرف باورمند نیست سعود اینترنشنال نگاه میکنه باور مذهبی نداره اعتقادات مذهبی نداره رسانه رسانه عربستانه رسانه عربستان به او توضیح میدهد به شیوه ای فکر کند که وهابیت میخواهد عربستان ها وهابیت میخواهد همچین چیزی من میشه حالا براسی میکنی ببین میشه یا نه میشه کار خیلی پیچیده ای نیست شما شیعه نیستی مثال دارم میگم اونی که مثلا داره در گواتمالا زندگی میکنه اصلا مسلمان نیست اصلا شیعه نمیدونه چیه تو با فرهنگ شیعه آشناش میکنی لزوما ایمان نیورده لزوما باورمند نشده ولی در بخشی از موارد و رفتارهای خودش مثل این عمل میکنی همونه دیگه این شبیه شدن به اون داستان است در نوع فکر کردن میشه همین کاری کرد بله تو اگه بتونی اندیشه خودت رو رواج بده این اتفاق میفته اما میشه کاری که طرف باورمند نباشه اصلا لامذهب باشه ولی مثل وهابیا فکر بکن چرا نمیشه میریم یکی دو تا نمونهشو رو با هم بررسی میکنیم بعد نکاتی دارم ارزم کرد ماجرای حرم شاهچراغ اتفاق افتاد قبل از اینکه بریم اربعین رو ببینیم یه نمونه میخوام براتون بیارم کارشناسی رو آوردن روی آنتن سعود اینترنشنال این کارشناس مجموعه از حرفا رو شروع کرد اراجیفی رو بس به هم دیگه بخشی از این عراجیف انقدر چرتوپت بود که اون اراجیف هدفمندش زیر اینا دفن شد اصلا کسی به اونا توجه نکرد یه یعنی نمونه از اون عراجیف هدفمندش رو بریم ببینیم برمیگرد نکاتی دارم ارسان کرد ضمن اینکه فراموش نکنیم در اطراف همین حرم شاه چراغ مسائلی هم وجود داره مثل تخریب وافت تاریخی برای گسترش این حرمی که میبینیم که شده اسباب بازی کسانی که اونها تروریست مینامند آ دقت کنید میگه که اطراف حرم شاه چراغ اینا دارن به بهانه اینکه میخوان حرم رو توسعه بدن دارن تخریب انجام میدن جاهایی که اطراف هست و مثلا اگر یه بافتی از قدیمیه یه جایی هست این شکلی دارن تخریب میکنن حرم توسعه بدن یه نکته دقت بکنید من میخوام زیرا به یه چیزی جلوی شما بزنم اونم مثلا توسعه جاهایی هست که تشیع به عنوان یک مذهبی که در ایران به شدت مورد توجه قرار گرفته داره از توسعه اینها به جهت ترویج اندیشه خودش استفاده میکنه افراد دیگری از نقاط دیگری میآیند اینجا حضور پیدا میکنن هرچه باشکوهتر هرچه خاصتر هرچه به اصطلاح خودمون مجهزتر کمک میکنی که اونها بیشتر با اندیشه ای این همراه بشن کی با این داستان مخالفه وهابیت کی با ساخت زیارتگاه یا مثلا با شکوه کردن زیارتگاه ها مخالفه وهابیت کی در طول تاریخ در جهت تخریب زیارتگاه ها تلاش کرده وهابیت درسته در حوزه رسنانی میخوام یه کاری بکنم زیرا به این داستان خورده بشه مدل مدل وهابیته مدل حرفهایی که اینها در حوزه جنایت شاه چراغ می زدن دقیقا مدلی هست که وهابی ها پیرامون یک مسئله مذهبی در حوزه شیعه در نگرش خودشون ازش استفاده میکنن آقا توهم آمیز کرد بر اساس یک جمله نمیشه استاد که هیچ مشکلی نداره الان میریم بخش اربعینش که ببینین دیگه قشنگ ترویج و اندیشه وهابیت به بهانه این برنامه ها دیده میشه من چیزی خدمت شما عرض می‌کنم یکی از مواردی که به شدت ها در ماه محرم به چالش بکشن در سالیان گذشته این بود که زیرا به این مراسم ها و با شکوه برگزار کردنش و پذیرایی هاش هر چی از این دست رو بزنن وقتی 15 سال پیش حرفا رو میزدن همه میگفتن این وحابی های فلان فلان شده نشستن سعودی های فلان فلان شده میخوان یه کاری بکنن ما از این داستان رو دست بکشیم در 5 سال پیش 6 سال پیش 4 سال پیش 3 سال پیش ما به خودمون نیومدیم دیدیم سلبریتی های ما از این حرفا میزنن لطفا غذایی را که به مثلا نیازمند ها را که در محرم چی چی میکنید ندهید بعد پولش را بیاورید ببریم بدیم به نیازمند خب تو که پولتو داری خرجت تفریحات در کشورهای دیگه میکنی همه رو دعوت میکنی به ناراحتی و غم و فلان و فلان کریسمس میشه عکسا در میاد رفتی فلان جا اینا دارن تو این حوزه موکبش رو زده کار جهادیشو کرده مناطق محرومش رو رفته اتفاقا اون ده روزی که خیالش راحت نیازمندها گرسنه نیستن غذایی توضیح می شود در جاهایی می رود بین آنها پخش می شود همین محرم است تو زیرا به اینم داری میزنی یعنی اون یه جایی که داره خوب کار میکنی که همینه که نه اندیشه اندیشه وهابیت خودش سفید و اوریان و سریح نمیاره مطرحش میکنه. در یک بازی هوشمندانه رسانه ای برده از طرف کسایی داره مطرحش میکنه که اینا لزوما باورمند و مذهبی هم نیستن ولی هم حرفو دارن تکرار میکنن ما برای اینکه یک نمونه شو بررسی بکن، ببینیم اینها توهم نیست اینا چرت نیست اینا بخشی از واقعیت میخوایم بریم روی آنتن سعودی اینترنشنال یک اه, کارشناسی رو ببینیم داره در همین خصوص درباره اربعین صحبت میکنه این قطعا شما رو حیرت زده خواهد کرد ببینیم بر نکات دیارم خدمت شما ارسان صرف هزاران میلیارد از بوجه امید در اربعین چهلومین روز کشته شدن امام سوم شیعان های جهان چه توجیهی داره؟ ما مای اربعین استفاده سیاسی از یک امر مذهبی است بخش مهمی دارو، آمبولانس، هلیکوپتر، شهرداری ها، وام ها، تشویقی ها و و در کشوری که با در حال میگن چراقی که به خانه رواس به مسجد حرام است. میگه این امکاناتی که توی ایران هست و شما برای چی برمیداریم میبری اربعین این چراغ خانه است به مسجد حرام است. دمت گرم بسیار ازت ممنونم به همون دلیلی که عربستان پول میده تو گلسته چند ده متری توی زاهدان و کجا و کجا ببری بالا به همون دلیلی اتفاق داره میفته اوریان دوست دارید باهاتون حرف بزنیم به همون دلیلی که امارات پول میده شما در فقیرترین نقطه ایران در محرومترین نقطه ایران در پرمشکل ترین نقطه ایران قصر میسازید اسمش رو میذارید مسجد قصر میسازید اسمش رو میگذارید مسجد نمیدونم فلان به همون دلیل این کار داره انجام میشه فهمیدی صریح پاسخ گرفتی اما بذار یه پاسخ درست دیگر هم بهت بد بدم چند میلیون نفر ایرانی در این مراسم در عراق هستن من بخشی از امکاناتی که در کشور خودم در مراسم های مختلف از نوروزش بگیر تا چیزهای دیگر برای خدمت به زوار برای خدمت به اونهایی که مسافرت میرن برای خدمت به اونهایی که عشق و حال میرن این بار برای این چند میلیون ایرانی بردم اونجا سودش برام چیه یک اتفاق چند ملیتی داره میفته یک اتفاق با شکوه داره رخ میده که بدون آنکه رسانه های عالم درباره اش حرفی بزنن با کمک شهروندانی که درش حضور پیدا کردن داره ترویج میشه در نقاط دیگر ایرانی از این ماجرا سود میبره یا نه افغانستانی سود میبره یا نه عراقی سود میبره یا نه اون یکی کشور سود میبره یا نه یمنی و بحرینی اون کسایی که عضو محور مقاومتن سود میبرن یا نه مگر اینکه سعودی باشی که از این مسئله سودی نبری و اینا سعودی هن. اینا سعودی هستن و از این بابت به شدت نگران هستن وحشت زدن می آقا یه جوری باید متمرکز بشیم بر این قضیه متوقفش بکنیم اربعین و مسئله آشورا توقف پذیر نمی ایران تازه یاد گرفته با این قضیه باید چیکار بکنه و چه شکلی بره جلو ادامه صحبتش رو ببینیم حتی در اون شکل سنتیش که میرفتن مثلا ثواب ببرن اون بیشتر در داخل عراق بوده یه چند نفر از روحانیون ایران هم میرفتن اونجا شرکت میکردن شما میخواهید یک نیروی سیاسی من نکته داخل پنتس خدمت شما عرض کنم وقتی به گذشته نگاه میکردیم تو ماجرای اربعین یه تعدادی میرفتن داخل عراق مراسم برگزار میکردن حالا یه چند تا روحانی هم از ایران بولم هم میرفتن اون نکته که من خدمت شما عرض کنم اینه ببین یه جاهایی میشینیم با همدیگه صحبت میکنیم مثلا طرف باورمند مذهبی معتقد امام حسینیه تحت تاثیر ازار یک رسانه ای که تشیع لندنی را انداخته و امثال اینها را انداختن از جمهوری اسلامی طلبکار است که مثلا جمهوری اسلامی در فلان جا کم گذاشته در فلانجا فلان جا فلان کرد عزیز این داستانی که الان داری میبینی و این مراسم با که راه افتاده و این وضعیت میلیونی که تو بخش جمهوری اسلامی سهم بوده است برای پرشور کردن شیفای نقش داشته قبل از این 40 سال این شکلی نبوده ها این داستان ها رو این شکلی ند... این یک جغرافیایی هست که بعد از 57 اتفاق افتاده این یک اردوگاهی هست بعد از 57 شکلی گرفته یک اردوگاه آخر و زمانی که همه ازش بهره مند خواهند شد از جمله اینا ولی قبلش نبوده ها یه جاهای رفقایی که ممکن هست باورمند باشن اما تحت تاثیر رسانه های. اینها رو در نظر بگیرن خوبه بریم ادامه شو برنیم. شما میخواهید یک نیروی سیاسی یک مانور سیاسی شیعی بدهی در مقابل حج البته حج اهدافش حج واقعا دقت شما مانور شیعی میخوای بدی در مقابل حج اصلا کسی اربعین و مثلا در مقابل حج رو الان چی سیاده تعریفی ازش ارائه داده کسی از بابت جمعیت با شکوه اربعین در مقابل حج مثلا اومده کنایه ای زده که خداوند را ببین فقط انقدر بلیون نفر میروند حضرت سید و کسی این حرف زده؟ اصلا کسی از این حرف میتونه بزنه؟ مگه این هایی که بلند میشن میرن زیارت امام حسین؟ اعتقاد به خدایی که عده دیگری در مسئله حج میرن دورش تواف میکنن ندارن؟ نه سود اینترنشنال قبل از اینکه این برنامه رو اجرا بکنه رفته وضو گرفته آماده شده اومده در مقابل دوربین اون لباس وهابیش اون ظاهر وهابیش هم گذاشته زیر میز کسی نبینه ولی الان داره با ادبیات وهابی با ما صحبت میکنه الان داره ابراز نگرانیش از این مسئله رو نشون میده شما از جمعیتی که در اربعین میآید نگران هستین که ممکن هست مثلا دهنکجی به حج باشه اون فستیوال ها و اون جشن ها و اون عیاشی هایی که در عربستان سعودی برگزار میشه بعضا چند هزار نفر رو جمع میکنن اون دهنکجی به حج نیست ارزندام جمعیتی در مقابل حج نیست وهابی هایی که اینجا نشستن با باور مردم ایران بازی بکنن هزار و یک نقطه حقیرانه و شرماور در کشور خودشان و سرزمین خودشان برای پرداختن بهش دارن به نفعشون فعلا بهش فکر نکنن چرا چون همه اینها باید چیزی باشه وسیله باشه که سلاح ایرانی ها ابزار ایرانی ها آن چیزی که ایرانی ها برای تولید قدرت ازش استفاده میکنند رو تضیف بکنه به خاطر اینه که این شکلی داره شیون میکنه میگه آقا مکه اونجا هست شما دارید بی احترامی میکنید شما دارید میرید کربلا بریم اینو ببینیم میخواهید یک نیروی سیاسی یک مانور سیاسی شیعی بدهید در مقابل حج البته حج اهدافش حج واقعا کعبه قبر پیامبر بسیاری از حوادث صدر اسلام در عربستان بوده به صورت طبیعی شده و ملگورای جهان اسلام ضمن اینکه اهل سنت اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان جهان هستند شیعه درصد 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 است یعنی این حرکتی حرکت یه حرکت تفرقه افکنانه در جهان اسلامه من به من نفهمیدم مثلا ربطش به اینکه جمعیت شیعیان چقدر جمعیت اهل سنت چقدر چی بود مگر اینکه مثلا یه کسی باشی الان از این مقایسه تو سود ببری بعد یه چیزی گفت این تفرقه به نفع جهان اسلامه مگر مثلا من و, تو و سود اینترنشنال و بی بی سی و امثال اینها همین چند روز پیش محتوایی ارائه نمیدادن که بگن قرآن سوزی حالا اشکالی نداره اگه در یک کشوری اتفاق افتادی نشونه آزادی بیانه این نشونه این هست که انسان ها آزادن ببین تو وقتی از بی حرمتی به قرآن صحبت میکنی یعنی باورمند نیستی تو الان باورمند شدی بعد باورمند شدی به شیوه که نگران هستی که اینا دارن تفرقه میندازن در جهان اسلام مگه تو زدیتی و اسلام نداری اگه زدیت داشته باشی که الان خدا تو شکر کنی بگی آخ جون دارن زدیت ایجاد میکنن تفرقه ایجاد میکنن دشمنی ایجاد میکنن در جهان اسلام نه اون چیزی که این میفهمه اینه که اسلامو باید بزنه دین رو باید بزنه باور مذهبی رو با همه توان باید بزنه بین ایرانی های باورمند که چه اتفاقی بیفته؟ که اسلام مورد نظر وهابیت در منطقه رشد بکنند وقتی این کارو کرد چیکار ببین آقا این حرفی که من دارم میزنم توهم نیست حرف هم نیست دقت بکنید همزمانی که داره اندیشه وهابیت رو ازش دفاع میکنه میگه این مراسم تفرقه افکنان است بین مسلمان ها همزمان داره اسلام هم در مخاطب فارسی زبان میزنه چجوری هر دوتاش با هم قابل جمعه اسلام رو در مخاطب فارسی زبان میزنه چون تو اگر مسلمان نباشی به نفع این میشه از این که اسلام وهابی روش پیدا میکنه همزمان از اسلام وهابی داره در مقابل تو دفاع میکنه یعنی آن کار مذهبی که دو داره انجام می اسلام معرفی کدوم اسلام اسلام عربستان دیگه. بازی هوشمندانه است کاری که سود اینترنشنال داره تلاش میکنه انجام بده هوشمندانه است احمقا تصور نمیکنن که ادعی بتوانن آن چیزی که در پوشش رسانه رخ میدهد را بفهمند این بخشی از تلاشایی که از سوی خائنین ما مزدوران وهابیت در عربستان و گروه های رسانی از این دست دارن انجام میدن به جهت اینکه در تلاشی که صورت گرفته است برای جعل کردن توجه مردم در عالم به جای دیگر تشکیک ایجاد بکنن حالا ما میریم به اربعین که رسیدیم بخشی از اون اتفاقاتی که داره میفته رو با هم بررسی خواهیم کرد قطعا برای دوستان حیرت آور خواهد بود من فقط یه چیزی اینجا میخوام یادآوری بکنم هر رفیقی به هر شکلی در این مراسم میتونه شرکت بکنه آقا کسی نباشه بگی که مثلا من امسال مردد بودم برم یا نه حالا یه اتفاقی افتاد که اون اتفاق منو به این جمعندی رسون که یه جور دیگه تصمیم اگر میتونی حتما برو حتما اگر بروید کسی اگر نمیتونه اربعین بره حتما تلاش بکنه یکی رو بفرسته اگر باورمن نیستید اگر اعتقادات مذهبی ندارید اگر کسی هست که گوشه نشسته میگه من اصلا با این چیزه که این میگه اعتقادی ندارم از مسئله ای که داریم درباره صحبت میکنیم تولید قدرت برای ایران داره اتفاق میفته تولید قدرت برای ایران در مقابل تمدن غرب پس حمایت بکنید از این قضیه رفیقی اگر هست نمیتونه حضور پیدا بکنه باور مذهبی نداره اعتقاد نداره به خاطر اینکه این مسئله این داره برای کشور ما تولید قدرت میکنه برای تمدن ما تولید قدرت میکنه برای تاریخ ما تولید قدرت میکنه اگر میتواند حتما حمایت از این قضیه داشته باشه ولی اینکه محتواشو پست بکنه مطلب بفرسته یا یه نفر بتونه بفرسته اونجا هر من پیش آدم به اونها که باور من نیستم اینه که حتما اگر میتونی برو یک بار حتما اگر میتوانید بروید در این فضا حضور پیدا بکنید و حیرت زده شوید از اون شاهکاری که داره اتفاق میفته و نکته مهمتر رفقایی که حضور پیدا میکنن ببین یه مسئله ای ما داریم و اون مسئله این هست میگه که اجازه بدید من بخش ببینم اون مسئله این هست که میگه آقا ما یه اتفاق خوبی اگه برامون میفته یه حرکت مشی اگر رخ میده یه چیزی هست که باعث میشه حالمون خوب بشه این یک نعمتی هست که خدا به ما داده ما اگه شکرش بکنیم نعمت ها بیشتر میشه من اینو برای رفقای میگم که باورمند هستن اعتقاد دارن مذهبی هستن و میخوان برن کربلا یکی از نعمت هایی که خداوند به ما عنایت میکند این هست که در جریان یک حس خوبی قرار بگیریم یک حال خوبی به همون دست بده مثلا یک صحنه خاصی را ببینیم که زیباست و حس ما نسبت به آن چیزی که دیدیم مثبت بشود آقا شما از این صحنه تو اربعین می‌بینی یا نه از اون لحظه که میری اون کودک داره یه حرکت خفن میزنه تا اون بزرگتری که داره یه کار نرم چیچی می‌کنه تا اونی که داره خادم همه اینها اتفاقاتی هست که در جهت اینکه نوع انسانیت را نوع شرافت را نوع خوب بودن رو برای شما یادآوری بکنه حال شما رو بهتر می‌کنه درسته این نعمت‌هایی هست که تو داری می‌بینی این نعمت‌ها اگه این زیبایی‌ها می‌خوای بیشتر بشه اینا زیبایی هست دیگه زیبایی نعمت اگه میخوای زیبایی ها بیشتر بشود به اشتراکش بذار وقتی به اشتراکش گذاشتی خودم میفهمه تو شکر نعمت کردی تو نعمت با بقیه به اشتراک گذاشتی بازم بیشترش میکنه هر چقدر میتونی در جهت دیده شدن صحنه هایی که در اربعین فقط روزی شماست ببین هزار تا دوربین میره هزار تا صحنه خاص میگیره باز نگاه میکنی یه کاربری گوشی عادیش رو یه چیزی ثبت کرده که همه اینا ندیده بودن انگار که مثلا روزی اون بوده در جهت ثبت و انتشار اینها تلاش بکنید چرا چند میلیون نفر در سال مثلا 20 میلیون بولمشا میرن اربعین ولی مثلا کل فضای مجازی رو نگاه میکنی شاید رو هم توییتا و پستای اینستا و اینا رو در نظر بگیری دو سه میلیون محتوا و کپشن اینا رفته باشه آقا چرا همه اینها اینا اگه هر کدوم یه محتوا میخواستن بفرستن این پیاده روی میدانی به پیاده روی مجازی تبدیل میشود. درسته این حرفی که من دارم درسته یا نه چرا ازش غافلیم امسال خواهش میکنم هر رفیقی که میره اون چیزی که میبینی اون صحنه خاصی که میبینی اون زیبایی که میبینی رزق شخص شماست هزار تا آدم میان کلی دوربین به دست میان کلی عکاس میان اونو شاید نبینه ثبت کنه تو ثبتش کن و تو مجازی به اشتراک بگذار و کمک بکنید که از این طریق در زمانی که همه رسانه های عالم ما رو دارن سانسور میکنن سانسورشون جواب نمیده ها رو تو کربلا نه توی اروپا دارن میشنن کف خیابون سانسور ها سانسورها جواب نمیده ولی در شرایطی که همه دارن ما رو سانسور میکنن کمک بکنیم که به این شکل دنیا در جریان قرار بگیره که چی داره اتفاق میفته ما تنها گروه در این عالم هستیم که حرفی در برابر تمدن غرب برای گفتن داریم کمک بکنید که این حرف و این محتوا به گوش مردم عالم برسد من طولنگترش نمیکنم اگر شما نکته ای داشتین بحثی بود در قالب پیام برای من بفرستید کمک بکنید که گزارش با پیام های شما کامنتر بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخی